ما نفر بعدی رو بشنویم دیگه، بله که دیگه آخر رو هم هست تقریبا. آره نه من می‌خواستم برم. اجازه بده آقای سردار میکروفون رو ببند، ما اینجا قانون داریم هر کسی نوبت خودش میکروفون باز میکنه. اگر نمیتونی تعامل کنی رو استش پایین تشریف ببر، در انتها بیارمت بالا. ممنونم ازت. آقای لست فقط من کار داشتم. آقا با هر کس کار داری کار دار. با آقای لست برید تو پی وی باهاشون کار داشته باشی. مگه با آقای لست ما کار؟ آقای لست میخوای تو میخوای از این استیج ما استفاده کنی با لست صحبت کنی؟ آخه این چه حرفیه عجب. من تازه باهام گفته با هیچ کی جا نرو. اوکی لست بفرمایید نوبت شما. سلام بفرمایید. عرض ادب دوستان، اولا که من بابام گفته هیچ جا نرو با کسی مرد غریبه، به خصوص اگه قرانم بلد باشه و قاری قران باشه هیچ. ولی یه نکته‌ای آرمین جان اشاره کرد که خیلی مهمه، که ببینید ما دیگه از روح الله خمینی ابله‌تر که نیستیم، که اون زمان برای استفاده از همه نهادهای فکری مخالف رژیم اومد گفت کمونیست‌ها هم آزادن، اینا هم آزادن، اونا هم آزادن. ما این درک رو نداریم که الان اتحاد نه یک ائتلاف داشته باشیم حتی با مخالف خودمون. من خیلی از صبح تا حالا تو چند تا از اتاقا به دوستای خودم هم عرض کردم این مطلبو، که الان وقت پرداختن به اسلام نیست، حتی منی که اسلام ستیزم الان، چون این خیلی توی به خصوص یه طیف فکری توی ایران جا افتاده که آقا اینا اگه فردا نمیدونم براندازی بشه میان نمیذارن مسجدها رو خراب میکنن و نمیدونم شما رو آتیش میزنن و فلان اینا، در صورتی که منی هم که حتی اسلام ستیزم مسلمان ستیز نیستم. میگم اون مسلمانه برای حقوق انسانی خودش یه حقوقی داره، دوست نداره استفاده کنه، دوست نداره درست فکر کنه، نه خودش رو بره، ولی حقوقش پایمال نمیشه. ولی آرمین جان خیلی هم متشکرم از اینکه اینو گفتی. یه مطلب دیگه که حالا طبق تجربه شخصی خودم تو سال 88، ببینید اون اگر دیدید، یعنی اینو قاعدتا میبینید ون یا ماشین یا هر چیز دیگه ای که تو جمعیت میاد میچرخه برای دستگیر کردن، چند تا مامور متمرکز میشن روی نفر، اون لحظه اینو بدونید که اون هم ممکنه یک بلایی مثل همین نازنینی که از دست رفته سرش بیاد. همه چیزو ول کنید، رها کردن اون از دست اون مامورا اولویت کار انجام بدید. این واقعا به نظر من خیلی مهمه این قضیه. بعدم اینکه جوهرنمک 15% بکنم تو همه ابزار فروشی‌ها یا صنعتی فروشی‌ها و اینام هست، و یه چیزی هم توی داروخونه‌ها هست به نام انگشتونه که رو انگشت پانسمان هست می‌کشن. شما اینو می‌تونی بریزی تو این و گره بزنیم اون پلاستیکو نمیخوره جوهرنمک 15%، در رو لباس بیفته، رو هر جایی بیفته سوراخ میکنه میره پایین. اینم به عنوان یک سلاح. در مورد اون اتصال دادن برقی هم که دوستمون گفت، میشه مثلا 1.70 متر سیم مسی 2.5 لختش کرد دو تا موره 10-12 بس این سر اون سرش مثل قلاب سنگ شما بندازی میخوره به سیم برق میفته. قبلا با کفش ما خیلی این کارو میکردیم بچه که بودیم. حالا ولی قطع کردن برق خودش به نظر من موجه نیست، چون خیلی ها ممکنه تو خونه بچه کوچیک داشته باشن، مریض باشن، فلان باشن، مگر در صورت اضطرار. حالا چند تا نکته دیگه هم بود خاطرم رفت، حالا فرصت شد عرض کنم. ممنونم. لس اگه میشه با بابک هم در تماس باش که به اون گوگل نمیم لیکم لینک گوگل لاکر رو تا داری اصلا فکر کنم همیالان میشم. نه اگه نداری اگه لطفاً این نکات رو روی این گوگل لاک وقت بذارین اضافه بکنین. بعدم یه چیزی هم بگم، هر کسی این لینک ها از بابک میگیره که به این گوگل لاک نکاتی اضافه بکنه، لطفاً مرتب، من نمیدونم شما توی مدرسه آیا چجوری مثلا داکیومنت ها رو به ما آماده میکنین، چقدر نامنظمی شما، یه بقید تیتر بذارید، پاراگرافاتون رو دوباره تنظیم بندی بکنین، سخت خیلی یه جوری اصلا میانی یه ماش دو صفحه تکست رو میندازین وسط صفحه شلوغ پلوغش میکنین، قشنگ تقسیم بندی بکنید، تیتر بذارید اینا رو. مهمتر از همه اینه که حتما نقطه گذاری و بیرول گذاری کنین، چون واقعا آره جمعه تو کشی رو بیتر که تموم میشه. اوکی.